سرخطی خبرها سفر امالی رحمان به روسیه لطکوبی آموزگار در وحدت یادی مهاجران از زبان مقامداران تاجیک سلام امروز دوشنبه هفتمی اکتبر سال 2024 است من با شما هستم فیروزی حید دفتری مدبوات پریزیدنتی تاجیکستان امروز یعنی هفتمی اکتبر خبر داد که ملیر رحمان برای شرکت در جلسه نوبتی سرانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به شهر مسکو پای روسیه سفر کرد. به قول منبع در این سفر ایمانبلی رحمان را وزیر کارهای خارجی یوردمچی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رابطه های خارجی و دیگر شخصان رسمی همراهی میکنند. سفری سرانی دولت های اوزوی ایتیادی دولت های مستقل در حال بشهر مسکو صورت میگیرد که امروز پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین زاد روز دارد. سرانی دولت های اوزوی اتیادی دولت های مستقل بخاطری از نزدیک تبریک کردن به مسکو می روند. گفته می همان طوره که پریزیدنت تاجیکستان و امال رحمان بخاطری با شکوه جشن گریفتنی زادروز خود روزی زبان دولتی را از 22 ایول به 5 اکتبر یعنی به زاد روز زادروز خودش تغییر داد در چند سالی اخیر روسیه نیز به خاطر با شکوه جشن گرفتن زادروزی ولادیمیر پوتین تشکیل برخی جلسه های مهمی را در سطح ایتیاد دولت های مستقل سازمان اهنامه امنیت دستجمعی و غیر به نوعه به ورده است. فیزیخان رجع و آموزگار فنی تاریخ مکتب میانه رقم هشت شهر وحدت از سوی والدین یک خاننده شدیدن لطو شده است. در این باره خود آموزگار با نویشتن شکایت نامه بر رستم عملی در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داده است. به نویشته آموزگار رجب و از آنجا شروع شده که یک خواننده سیمفی هشت بروند درس خلال وارد کرد. آموزگار این خواننده را سرزنش میکند و به دیرکتری مکتب شکایت میبرد که رفتار آموزگار با ایسی غذاب خواننده گشته آموزگار رجب و را در نزد دیگر خوانندگان شدیدن توکم میکنند. گفته می حالا جبر دیده در بیمارستان بیستری شده است. اما شرح حادیثه از زبانی والدین خواننده هنوز دسترسی رسانان نشده است و معلوم نیست انگیزه ای این کورشان چی بود است. این حادیثه در خن یک روز پیش از روز آموزگار یعنی پنجم اکتبر رخ داد که آن بایش خشمی زیاد شهروندان گشت و در اینترنت سر و صدای زیاده را به بار آورد. اینچنکی این کاربران زیادی در فیسبوک از این آموزگار حمایت کرده خواستار مجازات کسانی شدند که این آموزگار را لاتوکوب کردند وزارت معارف و علمی کشور گفته است که از لاتوکوب شدن آموزگار آگاه است و قضیا را جدی پیگیری دارد این هم در حالی است که با گفته تحلیلگران آموزگاران در کشور مظلوم ترین کارمندان دولتی به شمار میروند که با کمترین معاش و شرایط به جوانان این ملت تعلیم می‌دهند اینچنین آموزگاران در معرکه های سیاسی و فرهنگی از سوی حکومت استفاده می شوند در حالی که وظیفه اساسی آموزگار فقط تعلیم و تربیت است. مقامات تاجیکستان از نقض حقوق شهروندانش در روسیه اظهار نگرانی کرده است. در جلسه شورای وزیرانی کارهای خارجی کشورهای عضو دولت های مستقل که در مسکو برگزار شد، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سیراجین موردین از نقض حقوق شهروندان تاجیکستان در چند از کشورهای این ایتیاد گفت. وزیر از حالت مهاجران تاجیک و دانشجویان یادآور شد که با مشکل ورود به خاک روسیه و بود و باش روبرو هستند. مهردین میگوید که دانشجویان تاجیک از جمله آنهایی که طبق کوات های دولتی تحصیل میکنند با محدودیت های به و ممنوعیت ورود روبرو بوده چون این مناسبت به پرینسیپ های بنیادی انسان دوستی جاوگون نبوده پرینسیپ های اساسی فعالیت ایتیاد دولت مستقل را زیر شبه می گذارد. او به ضرورت برخورد همه دقیق و شفاف در حالی مسئله های مهاجرت که منفیت های جانبی قبول کننده کشور خروج خود شهروندان مهنتی و عالی محلی برابر به این نوبت گرفته شود تاکید کرده است. مهردین زمینی سخنرانیش از کشورهای مشخص نام نبرد اما این چند وقتی آخر بعضی مهاجران و دانشجویان تاجیک در روسیه ناخوب شده موارد اخراج و ممنوعیت ورود شهروندان تاجیکستان به خاطر این کشور بیشتر و مشاهده می رسد. پیشتر از این سروزیر تاجیکستان قایی رسول در جلسه کمیسی بین حکومتی تاجیکستان و روسیه از وضعی سنجش های مهاجران در روسیه که در جرانی آنها حقوق های شهروندان کشور پایمان می شوند نگرانی کرده بود با گفته سروزیر حالت های راه ندادن و اخراج شهروندان تاجیکستان از جنوبی مقامات روسیه با بهانه تامین امنیت به قید گرفته شده در مرز آدمان حتی اعضای حیات های رسمی دانشجویان پیران سالن و کودکان ساعت ها و حتی روزها نگاه داشته می شوند. расулзода аз ҳамтоёни русаш даъват кардааст ки ба ҳалли муассири масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи муҳоҷират гузаранд то ки дар ин масъала байни кишварҳо ҳамдигарфаҳмӣ ҳосил шавад ин бори аввал нест ки мақомдорони тоҷик аз вазъи шаҳрвандони тоҷикистон дар русия изҳори нигаронӣ мекунанд ҳатто раис ҷумҳур эмомалӣ раҳмон дар суҳбате бо ҳамтои русаш владимир путин ба мушкилоти муҳоҷирони тоҷик дар русия ишора карда буд аммо то ҳанӯз дар ин самт ҳеҷ тағироте дида намешавад و برعکس روز به روز فشار و اخراج کردن مهاجران تاجیک بیشتر می شوند. افزایش فشارها بالای مهاجران در روسیه پس از حادثه خونی کراکوس سیتی هال که گومبران اساسی اش زادگان تاجیکستان گفته می شوند تا رفت بدتر شده مقامات این کشور با قبول قانون ها محدودیت های نو نسبت مهاجران جاری می کنند. اینجا رسیدیم با پایان خبرهای امروز بیانندگان از میتونید شن این فصل اخباری بیشتر از سامونا و شبکه تلگرامی از دو تی پیگیری و مطالعه کنید ابونا شدن در شبکه یوتیوب اینستاگرام و تیک تاک این چنین گذاشتن لایک و نوشتن شهر را در زیر مطالب ما فراموش نسازید خیر تا دیدار خدا نگهدار